سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز نماینده ولی فقیه در سپاه مشکل عوام در طول تاریخ را عدم تبعیت و فاصله گرفتن از رهبری دانسته و خطاب به روحانیون گفته است آنها باید همیشه گوش به فرمان ولایت فقیه و رهبر انقلاب باشند به گزارش خبرگزاری سپاه آقای سعیدی گفته است در نظام اسلامی همیشه یک پرچم حق وجود دارد و اگر همسویی تبعیت و همگرایی نباشد با تضاد مواجه می شویم. آقای سعیدی همچنین از مردم خواست به مقاومت خود ادامه دهند چرا که جمهوری اسلامی به گفته او مقابل خیمه معاویه قرار دارد. خبرگزاری رسا به نقل از عبدالله حاجی صادقی جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه نوشت برخی میگویند باید با ارباب و کت خدا آشنا بشویم تا یک لقمه نانی هم به ما برسد حسن روحانی در جریان یکی از سخنرانی‌های های تبلیغاتی خود در ایام انتخابات ریاست جمهوری از آمریکا با عنوان کت خدا نام برده بود. آقای روحانی پس از به قدرت رسیدن در ایران سیاست تعامل با آمریکا و غرب را برای حل پرونده هسته ایران در پیش گرفت که این سیاست با خشم محافظه کاران تندرو و حامیان علی خامنه ای مواجه شده است. حاجی صادقی بدون نام بردن از دولت حسن روحانی نسبت به تلاش برخی برای گسترش تفکر سکولاریسم و نزدیکی به آمریکا هشدار داده است به گفته برخی به دنبال این نباشند که هویت دینی را از انقلاب گرفته و تفکرات سکولاریستی را احیا کنند محسن قرابیان استاد حوزه علمیه قوم و از شاگردان سابق محمد تقی مصباح یزدی با حمله به تیم این روحانی تند رو که تحت نام جبهه پایداری شناخته می شود گفته است این تیم پروژه های اقتصادی کلانی را به عنوان منبع اصلی درآمدشان در اختیار دارند و این افراطیون به اسم وظیفه شرعی آبروی مخالفان خود را میبرند و در جلسات آنها بر اساس روایات اقدامات افراتی توجیه می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران محسن قرویان استاد حوزه علمی قم در گفتگو با روزنامه شرق گفت تیم مصباح یزدی که تحت عنوان شاگردان او در مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادها حضور دارند کارهای اقتصادی کلانی انجام میدهند به وی گفته پشتوانه اقتصادی و پولی که آنها به دست میآورند نقش خیلی مهمی در بقای این گروه افراطی دارد و به اصطلاح عوام بیمای فتیر است به گفته قرویان این گروه تندرو پول خرج می کنند تا ایده و فکر خود را پیش ببرند وی افسوده این افراد اقدامات خود را با ادعاهای عجیب و با هدف تخریب شخصیت های رقیب سیاسی انجام می دهند و اسمش را مقابله با بدعت می گذارند. این استاد حوزه علمیه گفته اطلاع دارد که آنها در جلسات خود حتی همان پرتاب مهر و لنگ کفش و برهم زدن سخنرانی ها را با استفاده از روایات توجیه می کنند. اشاره این شاگرد سابق مصباح یزدی به حمله اعضای جبهه پایداری به سخنرانی علی لاریجانی در قم است که طی آن با مهر و لنگ کفش به رئیس مجلس حمله کردند. این شاگرد سابق مصباح در ادامه هم گفته است نوع مبنای فکری اغلب افراتیون از این سنخ است و وقتی مبنای فکری این باشد میگویند وظیفه شرعی است که پولها و ها را در همین راه ها صرف کنیم وی با بیان اینکه این افراد هم مانند بابک زنجانی پول در میآورند گفت اینها از طریق همین راه ها درآمدهایی تحصیل می کنند و اسم این را میگذارند بیت المال که باید در راه مقابله با انحراف صرف شود قرویان با بیان اینکه این گروه حامی احمدی نژاد بود گفت در هشت سال قبل چون یک طیف خاص متمایل به دولت قدرتمند بودند توان بقا داشتند برخی را به تجمعات می آوردند و کفم می پوشیدند و با هرچه موافق میلشان نبود مخالفت می کردند به افراد تهمت می زنند و می زدند و دروغ می بندند اما با ادعای ضرورت ریختن آبروی کسی که میخواهند خواهند بدعت در دین ایجاد کند اقداماتشان را توجیه می کنند محسن قرویان در سالهای اخیر به یکی از منتقدان سرسخت مؤسسه امام خمینی و محمد تقیه مصباح یزدی تبدیل شده است. قرویان که از شاگردان سابق مصباح یزدی است چندی قبل و در گفتگو با ماهنامه نسیم بیداری همدست به افشاگری علیه استاد سابق خود زده بود. آقای قرویان در آن گفتگو از وجود یک اتاق تفتیش عقاید در زیرزمین مؤسسه امام خمینی در قم خبر داده و گفته بود که در آنجا کارهای خیلی شدید افراطی انجام می شود. و این اتاق را محکمه نامیده که در آن برخوردهای خیلی غیر اخلاقی انجام می شود. وی گفته به همین دلیل از شاگردی مصباح یزدی استفاده داد. محمد سعیدی امام جمعه موقت قوم میگوید هدف مراجع تقلید سعادت مردم و جامعه است بعد در جامعه ناشی از دوره رضاشاه است و چهارشنبه سوری سنت بد و نادرست است اسفند ماه سال 88 نیست علی خامنه ای رهبر نظام مراسم چهارشنبه سوری را مستلزم ضرر و فساد دانسته بود و خواستار اجتناب از برگزاری آن شده بود ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید قوم هم چهارشنبه سوری را حرام دانسته و گفته این مراسم یک سنت خرافی است نباید سنت خرافی را احیا کنیم روحانیون محافظه کار سال هاست که برای حذف مراسم چهارشنبه سوری در ایران تلاش می کنند اما با وجود مخالفت ها و محدودیت ها ایرانیان این سنت را به جا می آورند و در آخرین سهشنبه سال با برافروختن آتش و پریدن از روی آن به استقبال نوروز می روند. حسین الله کرم رئیس شورای هماهنگی حزب الله میگوید وزارت امور خارجه به صورت عمدی حمایت از مقاومت در منطقه را کنار گذاشته تا دستگاه دیپلماسی آمریکا ناراحت نشود این عضو سابق انصار حزب الله از گروه های بنیادگرا در جمهوری اسلامی در گفتگو با روزنامه وطن امروز افسوده است انفعال این وزارتخانه موجب افزایش حملات تروریستی به سفارتخانه ها و دیپلماتهای ایرانی شده است به گفته وی به نظر میرسد وزارت خارجه از هر گونه وضعیتی که ممکن است دیپلماسی ژنو را با مشکل مواجه کند پرهیز می کند. این عضو سابق انصار حزب الله گفته خودداری حسن روحانی از ملاقات با مورالس رئیس جمهوری بولیوی در سازمان ملل یکی از مصادیق وضعیت مورد اشاره خود نام برده است و همچنین گفته در سوریه هم شاهد عملکردی از دولت هستیم که متوجه میشویم جایگاه مذاکرات هسته‌ای برای دولت کنونی آنقدر بالاست که گاهی وظایف ذاتی خود را فراموش می‌کند رئیس جمهوری ایران در یک گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم استان هرمزگان گفت طبق آخرین آمار نرخ تورم در ماه‌های اخیر با 10 درصد کاهش از 43 به 33 درصد رسیده است در همین راستا محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هم اعلام کرد نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه به 22 درصد کاهش یافته است نرخ تورم در پایان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به بالای 40 درصد رسیده بود اما طی ماهای گذشته این شاخص سیر نزولی داشته است به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در پایان سفر خود به استان هرمزگان در یک گفتگو با تلویزیون محلی این استان گفت رشد تورم از دی تا بهمن یک درصد بوده که خبر بسیار خوشحال کننده است. وی تصریح کرد شیب سریع تورم که به سمت بالا بود اکنون بسیار کند شده و وعده ما به مردم برای سال آینده این است که تورم را به 25 درصد برسانیم. در همین راستا محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور و سخنگوی دولت هم در یک برنامه تلویزیونی شرکت و گزارش داد که نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه به 22 درصد رسیده است در حالی که در دیماه ماه این شاخص 27 درصد بود. تورم نقطه به نقطه عبارت است از تورم یک ماه نسبت به ماه مشابه در سال گذشته. نوبخت با تاکید بر این نکته که کاهش نرخ تورم برای تیم اقتصادی رئیس جمهور امید بخش است اظهار داشت که دولت در شش ماه گذشته توانست به انضباط مالی خوبی دست پیدا کند. وی همچنین درباره نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه نیز گفت که این شاخص در دی ماه 35 درصد بود. به گونه ای که در بهمن ماه این میزان به 33 ممیز 7 دهم درصد تقلیل یافت. نوبخت در اظهارات خود همچنین به وضعیت اقتصاد کشور پرداخت و گفت در نه سال گذشته شرایطی بر اقتصاد ایران گذشت که متاسفانه ما را در دستیابی به اهداف سند چشمنداز توسعه عقب انداخت. وی تاکید کرد که اگر رشد اقتصادی در سند چشمنداز 20 سال حدود 8 درصد به صورت سالیانه در نظر گرفته شده باشد اکنون برای جبران رکود اقتصادی سالهای گذشته این رقم باید به 11 درصد برسد. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 91 حدود منفی 5 ممیز 8 درصد اعلام شده است و نوبخت نیز نرخ رشد اقتصادی 6 ماه اول سال جاری را منفی 2 درصد اعلام کرد. سخنگوی دولت گفت که سالانه باید 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری صورت گیرد تا نرخ رشد اقتصادی افزایش یابد. صندوق بین المللی پول در گزارشی که 23 بهمن ماه منتشر شد نوشته بود نرخ تورم در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی کاهش یافته و در صورت اصلاحات اقتصادی و بدون محاسبه طبعات افزایش قیمت سوخت که در دستور کار دولت قرار دارد تورم در پایان سال 2014 پتانسیل کاهش به 10 تا 15 درصد را نیز دارد. به گفته پلیس و مسئولان عراق در سه انفجار جداگانه در بغداد بیش از سی نفر کشته و هفتاد نفر زخمی شدند در انفجار اول یک موتورسیکلت در بازار موتورسیکلت‌های های دست دوم در شهرک صدر منفجر شد که 25 کشته و 45 زخمی بر جای گذاشت دو انفجار دیگر در دو مینیبوس رخ داد که کارگران را به خانه هایشان برمی با اینکه تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته اما نحوه اجرای آنها به سبک پیکارجویان سنی بوده است در ماههای اخیر در کنار افزایش نارضایتی سنی ها از عملکرد دولت شیعه عراق این خشونت ها به ویژه در مناطق شیعه نشین مثل شهرک صدر و شهرک شب افزایش یافته است جان کری وزیر امور خارجه آمریکا میگوید رئیس جمهوری بعدی افغانستان توافقنامه امنیتی دو جانبه آمریکا و افغانستان را امضا خواهد کرد به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای کری با انتقاد از حامد کرزای به خاطر امضا نکردن این توافقنامه گفته است اکثر نامزدهای انتخابات پیش روی افغانستان گفتند که توافقنامه امنیتی میان آمریکا و افغانستان را امضا خواهند کرد در توافقنامه امنیتی که تاکنون حامد کرزای از امضای آن خودداری کرده نظامیان آمریکایی اجازه پیدا می کنند پس از سال 2014 هم در افغانستان بمانند محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی حدود سه هفته دیگر با باراک اوباما در واشنگتن دیدار میکند کاخ سفید در بیانیه گفته که مذاکرات صلح با اسرائیل همچنین همکاری مشترک با آمریکا برای استحکام نهادهایی که میتوانند به تأسیس کشور مستقل فلسطینی یاری دهند از موضوعهای مورد گفتگو خواهد بود در همین حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز دوشنبه آینده با باراک اوباما در کاخ سفید دیدار خواهد کرد سخنگوی کاخ سفید با استقبال از اقدام پارلمان اوکراین در تشکیل دولت موقت به روسیه هشدار داد تا از انجام مانورهای نظامی در مرز اوکراین امتنا کند روسیه در پی تشدید تنش سیاسی در اوکراین دستور انجام مانور نظامی در مناطق غربی خود را صادر کرده است به گزارش خبرگزاری فرانسه جی کارنی سخنگوی کاخ سفید ضمن هشدار به روسیه برای انجام مانورهای نظامی در مرز اوکراین اعلام کرد ما به دقت مانور نظامی روسیه در مرز اوکراین را زیر نظر داریم وی در ادامه گفت ما انتظار داریم روسیه در مورد این اقدامات شفاف بوده و از انجام کارهایی که باعث تحریک شود خودداری کند جیکارنی در واکنش به اظهارات ویکتور کوویش که خود را همچنان رئیس جمهور اوکراین خوانده بود هم گفت او هرچه که باشد مشخصا کیف دفتر و مسئولیتهایش را رها کرده است در رویدادی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا هم گفت که در تماس تلفنی روز پنجشنبه با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه به طور مفصل درباره اوضاع اوکراین و کریم گفتگو کرد و خواستار همکاری روسیه برای بازسازی امنیت اقتصاد و وحدت اوکراین شد جان کری در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه آلمان در واشنگتن افزود سرگی لاوروف تاکید کرده است که مانور نظامی روسیه در مرز با اوکراین از قبل برنامه ریزی شده بود و ارتباطی با وضعیت جاری این کشور ندارد وی افزود روسیه همچنین تاکید کرده است که به تمامیت ارزی اوکراین احترام میگذارد جان کری همچنین گفت رویدادها در اوکراین اکنون دیگر از مرحله گذشته که ویکتور یانوکوویچ بخواهد بر قانونی بودن ریاست جمهوریش پافشاری کند. در همین حال سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم گفت که جان کری وزیر خارجه آمریکا در تماس تلفنی روز پنجشنبه به او پیشنهاد همکاری برای حل بحران اوکراین را داد. به گزارش های روسیه سرگی لاوروف آمادگی این کشور را برای همکاری اعلام کرده. اما افزوده که حقوق همه اوکراینی ها باید محترم شناخته شود. لاوروف همچنین خواستار اجرای توافق ای شده که پیش از برکناری ویکتور یانوکویچ میان او و رهبران مخالفان امضا شد و بر اساس آن قرار شد انتخابات ریاست جمهوری زود هنگام برگزار و دولت وحدت ملی تشکیل شود. در رویدادی دیگر ویکتور یانوکویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین قصد دارد امروز جمعه در کنفرانسی خبری حاضر شود. بر پایه این گزارش ها این کنفرانس خبری در شهر رستوفاندون در جنوب روسیه برگزار می شود. خبرگزاری های روسیه بیانی های را از سوی ویکتور منتشر کردند که خود را همچنان رئیس جمهور قانونی اوکراین دانسته و از روسیه خواسته بود امنیت او را حفظ کند. در پی انتشار این گزارش ها خبرگزاری روسیه ایتارتاس به نقل از مقامی که نامش برده نشده بود گزارش داده که روسیه تقاضای ویکتور یانوکویچ را پذیرفته است در همین حال پارلمان جمهوری خود کریمه دولت را برکنار و اعلام کرده است که درباره سرنوشت این منطقه در جنوب شرق اوکراین همه پرسی برگزار می شود. نمایندگان پارلمان کریمه در جلسه اضطراری تصفیب کردند که این همه پرسی در 25 ماه مه همان روزی برگزار شود که دولت جدید اوکراین اعلام کرده انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد افراد مسلح طرفدار روسیه روز پنجشنبه ساختمان پارلمان کریمه را اشغال کردند در تحول دیگر کفیل ریاست جمهوری اوکراین هشدار داد که هرگونه اقدام نفرات نیروی دریایی روسیه در خارج از محدوده پایگاه دریایی آنان در کریمه را اقدام تجاوزکارانه محسوب می کند برخی منابع خبری روسیه نیز گفتند که وزارت خارجه اوکراین با احضار کاردار سفارت روسیه در کیف هشدار داد که ارتش اوکراین مصمم به دفاع در برابر هر گونه اقدام کارانه علیه خاک این کشور است و در خبر دیگر نیز صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که دولت جدید اوکراین تقاضای دریافت میلیاردها دلار وام کرده است. کریستیان لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول در بیانیه گفته است هیئتی از این صندوق برای ارزیابی وضعیت اقتصادی اوکراین و آغاز مذاکرات در مورد اصلاحات لازم اقتصادی به کیف می رود. وزیر جدید اقتصاد اوکراین گفته است که این کشور خواستار دریافت دست کم 15 میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول است و نخست وزیر جدید هم دریافت این وام را در اولویت برنامه هایش اعلام کرده است. اعتراضات در اوکراین از ماه نوامبر سال 2013 و پس از آن که آقای یانکوویچ از امضای قرارداد تجاری و اقتصادی با اتحادیه اروپا خودداری کرد و گفت که ترجیح می دهد روابط خود با روسیه را افزایش دهد، آغاز شد. خبرگزاری حوزه گزارش داده که غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس از بیدینی در غرب انتقاد کرده و در جمع گروهی از طلاب قوم گفته غربی ها دین را در کلیسا زندانی کردند و کسی از پاپ سوالی نمی کند و به پاپ اجازه اظهار نظر داده نمی شود به افزود دنیای امروز محتاج دین است پیشتر نیز ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه گفته بود ظلم و بیدادگری امروز در جهان محصول تفکیک سیاست و دین است این سخنان در شرایطی مطرح می شود که احمد علم امام جمعه مشهد گفته است ریشه دین در جامعه ایران زده شده است علم گفته بود جامعه کنونی ایرانی از نظر فرهنگ اسلامی بدتر از اوایل انقلاب سال 57 شده و ماهواره ها بنیاد خانواده را به آتش کشیدند دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه فتنه 88 به کلی نابود نشده اما اهمیت آن افتاده است گفته امروز مسائل مهمتری در کشور وجود دارد و باید فهمید که فرزندان حزب اللهی در چه حالی هستند به گزارش خبرگزاری تسنیم احمد جنتی با طرح این پرسش که چرا ادعی متوجه نمیشوند فتنه 88 کار آمریکا بود گفته است صحبت کردن از آزادی سران فتنه نقشه آمریکاست و برخی با بیان چنین مطالبی پا بر روی فهم خود میگذارند جنتی در بخش دیگری از سخنان خود به افرادی اشاره کرده که در جمهوری اسلامی مسئولیت دارند اما به وظیفه خود در مقابل اسلام انقلاب و مردم عمل نمی کنند به نظر می رسد اشاره وی به دولت حسن روحانی اکبر هاشمی رفسنجانی و گروهی از اصلاح باشد که در حال حاضر در دولت یازدهم عهدهدار مسئولیت شدند سخنگوی وزارت کشور ایران در واکنش به تهدید گروه جیش العدل برای اعدام گروهبان گروگان گرفته شده ایرانی گفته است اقداماتی در محل در حال انجام است که نمیتوان به ذکر جزئیات آن پرداخت حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور به خبرگزاری ایسنا گفته است دولت پاکستان نیز همکاریهایی با دولت ایران در این رابطه داشته است اما جیش العدل در بیانیهای گفته حکومت ایران تا کنون هیچ گامی برای آزادی سربازان خود بر نداشته و هیچ عملیات و ای نیز صورت نگرفته است جشال 19 بهمن ما چهار سرباز و یک گروهبان مرزبان ایرانی را در مناطق مرزی با پاکستان به گروگان گرفت و روز چهارشنبه تهدید کرد که گروهبان دستگیر شده را ادام خواهد کرد. بیش از صد زندانی عقیدتی سیاسی اهل تصنن با انتشار نامه خطاب به گروه جیش العدل خواستار آزادی پنج مرزبان ایرانی شدند بیشتر گروه جیش در بیانیه هدف خود از روبودن پنج مرزبان ایرانی را پاسخ به جنایت های حکومت جمهوری اسلامی علیه اهل سنت دانسته بود جزئیات بیشتر در گزارش میستان بختیاری در اقدامی تحسین برانگیز صد زندانی عقیدتی سیاسی اهل تسنن زندان رجایی شهر طی نامه خطاب به گروه چشولت خواستار آزادی پنج مرزبان ایرانی شدند که ماه گذشته توسط این گروه در منطقه مرزی ایران و پاکستان رو بوده شده بودند در ابتدای نامه امضا کنندگان اشاره کردن به سیاست های ناعادلانه جمهوری اسلامی ایران نسبت به همه مردم به ویژه اهل تسنن همینطور اشاره شده به تلاش جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد فضای امنیتی و فشار سیستماتیک بر مردم که همین موضوع باعث بیاعتمادی اهل تسنن نسبت به حکومت شده همینطور امضا کنندگان بر این موضوع تاکید کردم که ادامه روند کنونی توسط دولت جدید میتونه وضعیت رو در مناطق سنی نشین وخیم هم بکنه در پایان نامه هم امضا کنندگان از گروه جیش الاد خواستند که برای آزادی پنج مرزبان ایرانی از رحمت و عطوفت اسلامی استفاده بکنند این نامه در حالی به امضای صد زندانی عقیدتی سیاسی اهل تسنن میرسه که بالغ بر تن از امضا کنندگان این نامه پیشتر به رأی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم اعدام شدند پنج مرزبان ایرانی روز جمعه 18 بهمن در منطقه مرزی ایران و پاکستان در استان سیستان و بلوچستان مفقود شدند یک روز پس از اون گروه جیش العد با انتشار تصاویری از اونها مسئولیت رو بودن اونها رو به عهده گرفت و بیانیه اعلام کرد که این اقدام به تلافی جنایات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران در سوریه و همینطور جنایت حکومت اسلامی نسبت به اهل تسنن صورت گرفته البته بیانیه اخیری هم روز چهارشنبه گذشته این گروه صادر کرده و در این بیانیه گفته که در دادگاهی که گروه جیش برگزار کرده این پنج مرزبان ایرانی به اعدام محکوم شدند به تلافی اعدام یکی از اعضای این سازمان که بیشتر توسط جمهوری اسلامی اعدام شده بود به نظر میرسه نامه این صد فعال عقیدتی سیاسی اهل تسنن در پاسخ به بیانیه اخیر گروه چشول عد باشه انتشار این نامه در فضای مجازی موجی از تحسین همگان رو به همراه داشت به نظر میرسه بیشتر از اون که این نامه یک درخواست انسانی باشه به نوعی ستایش روح زندگی و شاید نمایش فرهنگ والای مدارا و عطوفت همه گروه های ایرانی به ویژه ایرانیان اهل تسنن باشه روزنامه بریتانیای گاردین فاش کرد که مرکز ارتباطات دولت بریتانیا با همکاری آژانس امنیت ملی آمریکا تصاویر وبکم کاربران اینترنتی را ردیابی و ذخیره کرده است گاردیان در این خصوص نوشت بر اساس اسناد محرمانه ای که ادوارد اسنودن کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا ارائه داده مرکز ارتباطات بریتانیا در فاصله سالهای 2008 تا 2010 تصاویر وبکم چت یاهوی بیش از یک میلیون و هزار کاربر را جمع وری و ذخیره کرده است به نوشته این روزنامه این ذخیره کردن ها صرف نظر از آن بوده که کاربران از سوء سابقه داشتند یا نه به نوشته گاردیان شرکت یاهو در واکنش به این گزارش تایید کرده که در جریان این برنامه نبوده است. کره جنوبی از شلیک چهار موشک کوتاه برد به سوی سواحل این کشور از سوی همسایه شمالی خود خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام وزارت دفاع کره جنوبی گفت ارتش کره شمالی به سوی سواحل این کشور آتش گشودند. بر این اساس پیونگیانگ چهار موشک کوتاه برد را به سوی آبهای سئول شلیک کرده است. این مقام وزارت دفاع کره جنوبی از دادن اطلاعات بیشتر و اینکه این اقدام کره شمالی با چه هدفی انجام گرفته خودداری کرده است بیشتر نیز کره شمالی با هدف انجام تمرینات نظامی اقدام به شلیک موشکهای کوتاه برد به سوی دریا کرده است به گزارش رویترز به دنبال آغاز تحقیقات درباره اتهامهای فساد مقام های تایلند در کمیسیون ملی مقابل با فساد دولتی این نهاد اینگلا شیناواترا نخست وزیر تایلند را برای ادای توضیحات درباره اتهامهای مطرح شده علیه وی احضار کرده است گفته می شود خانم شیناباترا در زمینه اختص... اختصاص یارانه دولتی در بخش برنج دچار فساد مالی شده است. در اختصاص این بودجه میلیاردها دلار به کشاورزان تایلندی یاران اختصاص یافت اما در این میان 4.5 میلیارد دلار نیز ناپدید شده است اگر اتهام های فساد مالی نخست وزیر تایلند ثابت شود پارلمان نسبت به استیزاه وی اقدام کرده و حتی ممکن است دستگاه قضایی تایلند علیه وی اتهام های کیفری مطرح کند اما چند روز پس از اظهارات فاطمه راکعی درباره موافقت رهبر جمهوری اسلامی با رفع حصر و سپس تکذیب این سخنان اصولگرایان خواستار برخورد شورای عالی امنیت ملی با وی شدند خانم راکعی ابتدای هفته جاری در گفتگویی با سایت نام نیوز مدعی شد که آیت الله خامنه ای موافق رفع حصر از موسوی و کروبی است این سخنان واکنش تند اصولگرایان را به دنبال داشت چندی پیش فاطمه راکی این نماینده سابق مجلس ششم گفته بود با اطلاعاتی که در دست داریم متوجه شدیم که نظر مقام معظم رهبری برداشتن حصر موسوی و کروبی است خانم راکعی با اشاره به اینکه رفع حصر به مقدماتی نیاز دارد اضافه کرده بود آقای روحانی و دیگر مسئولان برجسته کشور باید به صورت جدی در این زمینه فعال شوند سخنان راکی در وبسایت های نظیر ایسنا و انتخاب نیز بازتاب بیافته بود اما این رسانه ها به فاصله کمتر از 24 ساعت این خبر را از خروجی خود حذف کردند هنوز دفتر رهبر جمهوری اسلامی به طور رسمی واکنشی به این مسئله نشان نداده است اینک پس از تکذیب سخنان راکی اصولگرایان خواستار برخورد شورای عالی امنیت ملی با وی شدند اشاره آنها به شکایت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از حسین قدیانی نویسنده روزنامه وطن امروز است شکایتی که به دلیل یادداشت‌های وی در این روزنامه پیرامون مذاکرات هسته‌ای و توافق ژنو انجام شده بود تکذیب های اصولگرایان درباره رفع حصر همزمان با آن صورت میگیرد که هفته گذشته در چهارمین سال حصر موسوی کروبی و رهنورد برخی از چهره خواستار رفع حصر از آنان شده بودند هفته گذشته علی لوریجانی رئیس مجلس نهم در گفتگویی با روزنامه فرانسوی فیگارو گفته بود رفع حصر از این ستن در اختیار قوی قضایی نیست برخلاف سخنان لوریجانی نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر از وجود حکم قضایی برای حصر داده بود و گفته بود پرونده موسوی کروبی و رهنورد در حال حاضر در اختیار قوه قضایی است و حصر آنها هم جزو مجازاتهایی است که قوه قضایی در نظر گرفته است الان پرونده در اختیار این قوه است و هر وقت تشخیص بدهند محاکمه را تشکیل خواهند داد چند ماه پیش و همزمان با انتصاب علی شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی اخباری منتشر شده بود که بر اساس آن تصمیمگیری گیری درباره پرونده حصر به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده بود اما قلم حسین محسنی اجرایی دادستان کل کشور هفته پیش گفته بود که آزادی موسوی کروبی و رهنورد تنها در صورت توبه آنها امکان پذیر خواهد بود افرادی برای رفع حصر بی جهت تلاش می کنند به نتیجه هم نمی رسند سال گذشته اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی گفته بود نیروی انتظامی قصد بازداشت این افراد را داشت اما این اتفاق نیفتاد و آنها تنها به حصر رفتند و اگر مخالفت مقام معظم رهبری نبود برخوردی شدیدتر از حصر خانگی با آنان میشد پیش از آن صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی هم تلویحا اشاره کرده بود که زمان و نحوه برخورد با پرونده سران فتنه توسط رهبر جمهوری اسلامی صادر می شود. با این وجود محمد باقر قالیباف در جریان تبلیغات انتخاباتی یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفته بود موسوی و کروبی با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در حصر خانگی به سر میبرند برخی از حامیان احمدی نژاد نیز در دوران تبلیغات انتخاباتی گفته بودند سعید جلیلی از جمله افرادی بوده که در بحث حصر این ستن نقش داشته و این پرونده زیر نظر وی بوده است مقام های جمهوری اسلامی بارها و به صورت های مختلف رسیدگی به ماجرای حس را در حیطه اختیارات علی خامنه رهبر نظام تعریف کردند همانطور که دستور حصر رهبران جنبش سبز نیست توسط وی صادر شده است حمید چیتچیان وزیر نیرو اعلام کرده است قیمت برق 25 درصد افزایش یافته و از اسفند ماه این افزایش قیمت اعمال شده است بر پایه قانون بودجه سال 93 که به تصویب مجلس رسیده است دولت اجازه دارد قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد در این میان دولتی ها گفتند که افزایش بهای حامل های انرژی با شیب ملایم خواهد بود اعلام افزایش قیمت برق از اسفند از سوی وزیر نیرو در حالی است که علی تایب نیا وزیر اقتصاد پیشتر گفته بود افزایش قیمت ها از فروردین یا اردیبهشت ماه کلید خواهد خورد خبرگزاری رویترز میگوید که ناوگان نفتکش های ایرانی بعد از یک سال فعالیت خود را گسترش داده و چندین نفتکش به آبهای بین المللی روانه شدند. این گزارش میافزاید در هفته های اخیر حداقل سه نفتکش بزرگ که هر کدام قادر به حمل دو میلیون بشک نفت هستند و نفت بیمشتری ایران را ذخیره کرده بودند پس از ماه معطلی اولین سفر خود به مقصد کشورهای آسیایی را آغاز کردند. خبرگزاری رویترز چهارشنبه هفتم اسفند ماه نیز از قول منابع ردگیری نفتکشها گزارش داده بودند که صادرات نفت ایران در ماه جاری فوریه برای چهارمین ماه متوالی افزایش یافته است اکبر هاشمی رفسنجانی با انتقاد از سیاست های دولت احمدی نژاد گفته است که در سالهای گذشته به دلیل سیاست های نادرست منابع اساسی کشور از دست رفت در همین راستا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در سخنانی با اشاره تلویحی به نام بابک زنجانی گفت بخش بزرگی از بدهی های دو میلیارد و 600 میلیون دلاری وی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به شکل پول نقد به او داده شد تا بتواند بدهی های ایران را پرداخت کند به گزارش وبسایت آقای هاشمی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام بار دیگر به شدت از سیاست ها و اقدامات دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد. آقای رفسنجانی گفته که با وجود موقعیت جغرافیای ایران به دلیل سیاست های نادرست در 7 سال گذشته منابع اساسیمان را از دست دادیم. رئیس مجمع تشخیص مسئلات نظام با انتقاد از منفی شدن رشد اقتصادی در دولت آقای احمدی نژاد افزوده که اقتصاد ما کوچک شده و مردم ما فقیر شدند. زیرا آنطور که میگویند رشد اقتصاد ما منفی 5 درصد است در حالی که در سند چشمانداز 8 درصد پیش بینی شده بود اکبر هاشمی رفسنجانی از ایران به عنوان کلکسیون انرژی های بسیار نام برده اما گفته است ما همه امکانات را در طول این چند سال گذشته به خاطر سیاست های نادرست برخی از دست دادیم البته کار از اختیار ما در رفته و برگرداندن آن سخت است رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام این را هم گفت که اگر سیاست های پیش شده درست عملیاتی میشد امروز از قطر در برداشت نفت و گاز عقب نبودیم او تاکید کرده که ما در این مدت خسارت های زیادی دیدیم و افسوده که مردم از این خسارت ها چیزی نمیدانند در همین راستا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در سخنانی با اشاره به بابک زنجانی گفت که بخش بزرگی از بدهی دو میلیارد و 600 میلیون دلاری وی در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به شکل پول نقد به او داده شده تا بتواند بدهی های ایران را پرداخت کند. روحانی تاکید کرده که همه این پول نه اینکه یک محموله نفت خام را بدهیم که ببرند و بفروشند بلکه پول نقد به این فرد داده شده تا بدهی های ما را به آن پرداخت کند. او با بیان اینکه عدهای در کشور سختی میکشند و دچار مشکل هستند و عدهای با حیله پول بیت را برداشتند گفته است زمانی که بحث فساد سه هزار میلیارد تومانی مطرح بود دهانها از این میزان باز بود و اکنون نه میلیارد تومان است رئیس جمهوری ایران در عین حال این را هم گفته که تازه ما مطمئن نیستیم که این نه میلیارد تومان همه اش باشد و ممکن است چیزهای دیگری هم باشد که بعدا کشف شود اکبر ترکان از مشاوران آقای روحانی پیش از این در یک مصاحبه با روزنامه آرمان از افشای یک فساد ده ها هزار میلیاردی در آینده نزدیک خبر داد و به طور تلویحی گفت که این فساد در دولت محمود احمدی نژاد رخ داده و فساد هزار میلیاردی که اخیرا بارها به آن اشاره شده تنها بخش کوچکی از آن بوده است. مشاور رئیس جمهور ایران همچنین گفته مجموع تخلفاتی که دیوان محاسبات کشور در هشت سال گذشته از دولت گزارش کرده ده ها میلیارد دلار است. بابک زنجانی سرمایهدار و تاجر مورد حمایت دولت محمود احمدی نژاد بیش از دو ماه است که به دلیل بدهی و اتهام دیگر مانند جعل اسناد دولتی در بازداشت به سر میبرد و مسئولان قوه قضایی گفتند امکانات لازم برای بازگرداندن این مبلغ را در اختیارش گذاشتهاند گفته شده است که بابک زنجانی با دور زدن تحریم ها نفت کشور را به فروش میرساند اما در این حال اتهامات متعددی در رابطه با فساد مالی نیز متوجه اوست به طوری که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از بازداشت او خواستار محاکمه اش شده بودند نام بابک زنجانی در پولشویی 87 میلیارد یوروی رضا زراب تاجر ایرانی تبار در ترکیه نیز مطرح شده است صادرات نفت ایران در چهار ماه گذشته افزایش یافته و در ماه فوریه به روزی یک میلیون و سیصد هزار بشکه رسیده است به گفته منابع حمل و نقل و بیمه کشتیرانی بخش عمده صادرات نفت ایران به دو کشور کره جنوبی و سوریه بوده است خبرگزاری رویترز به نقل از محافل کشتیرانی و بیمه گفت که ایران در ماه فوریه روزانه یک میلیون و سیصد هزار بشکه نفت صادر کرده است به نوشته این خبرگزاری کاهش تحریم ها و سهولت تردد نفت کش ها موجب شده تا روزان 100 هزار بشکه به صادرات نفت ایران افسوده شود در این خصوص دو منبع از شرکت های حمل و نقل و بیمه به خبرگزاری رویترز گفتند که بخش ویژه ای از نفت ایران در ماه فوریه به کره جنوبی و سوریه صادر شده است منبع نخست عنوان کرده که دو محموله بزرگ نفتی در آبهای اندونزی و در جایی تخلیه شدند که گاه گاهی از سوی ایران برای انتقال کشتی به کشتی استفاده می شود. در همین حال فروش نفت ایران به هندوستان و چین در ماه های گذشته در سطح پیشین مانده است. رویترز نوشته که افزایش صادرات نفت ایران و بهبود صادرات نفت لیبی می تواند بهای نفت در سال 2014 را تحت تاثیر قرار دهد. در همین راستا مارک والاس مدیر اجرایی کمیته آمریکایی فشار علیه ایران هسته‌ای تاکید کرده که اقتصاد ایران در حال حاضر به خوبی از تعلیق تحریم ها سود میبرد. والاس هشدار داده که سطح فروش نفت ایران در حال حاضر به چهار میلیارد دلار رسیده و این در حالی است که دولت اوباما تصریح کرده بود که سقف کاهش تحریم ها 6 تا 7 میلیارد دلار خواهند بود. والاس اضافه کرده که اگر میزان صادرات نفت ایران ثابت بماند درآمد نفتی این کشور تا ماه ژوئیه یعنی پایان زمان توافق ژنو به 14 میلیارد دلار خواهد رسید و این منهای سایر درآمدهای ناشی از تعلیق تحریما در عرصه پتروشیمی فلزات گرانبها و قطعات خودرو خواهد بود خبرگزاری رویترز اوایل اسفند نیز از افزایش صادرات نفت ایران به دو کشور آسیای چین و هند در ماه ژانویه گذشته خبر داده بود با این همه و با وجود رشد صادرات نفتی ایران میزان صادرات این کشور به مراتب از زمان پیش از شروع تحریم ها کمتر است گشایش های کنونی ناشی از توافق ژنو هستند که ممنوعیت بیمه نفت کشا و پاره تحریم ها را رفع کرده است نفت ایران از میانه سال 2012 به بعد با محدودیت کامل و با دور زدن موانع بیمه ای صادر میشد. بر اساس تحریم های آمریکا که از ژوئیه 2012 آغاز شد، کشورهای وارد کننده نفت ایران هر شش ماه یک بار در ازای کاهش بیشتر واردات نفت از ایران از تحریم های آمریکا معاف می شوند. بر اساس توافق هسته‌ای که سوم آذر ماه میان ایران و شش قدرت جهانی حاصل شد، و از سی دیماه به اجرا گذاشته شد آمریکا فعلا برای شش ماه فشار بر مشتریان نفتی ایران برای کاهش دوباره واردات نفت از این کشور را متوقف کرد با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنون که با تلویزیون ایران فردا همراه هستید از طرف خودم و گروه خبر شب و روز خوبی را برایتان آرزو میکنم خدا نگهدار